ما با تحریم رشد کردیم و به بلوغ تکنولوژی رسیدیم. وقتی فشارهای تحریم زیاد شد، مراجعه به ما برای ساخت، تأمین یا تعمیر قطعات خاص الکترونیکی صنایع مختلف زیاد شد. روزهایی بود که این بردهای پیچیده رو برای ما می آوردن و بعد می گفتن شما حداقل بتوانید تعمیرش بکنید، نمی خواهید بسازیدش. ما ادعا می کردیم که می توانیم این کار رو انجام بدیم و بسازیم. خیلی از کارشناسان خبره‌ای که در واقع تو حوزه الکترونیک کار کرده بودن می گفتن مگه میشه یه شرکتی با 25 سال کار تحقیقات و توسعه شروع بکنه به ساخت و تولید یه محصولی و بعد شما در عرض 1.5 تا 2 ماه بتونید اون رو در واقع مهندسی معکوس بکنید و به فناوری اون دست پیدا بکنید؟ و این اثبات این قضیه بسیار کار سخت بود. آیا تو تموم شد کار؟ انشالله چجوریه وضعیت اوزامو؟ دیگه انشالله جمعه تمومه با امید خدا. ما مجبور بودیم برد رو مشابه و عیناً مشابه برد خارجی بسازیم و بعد به نام خارجی بدیم دوستان تست بکنن و ترسشون که میریخت وقتی میخواستن تست بکنن، بعد از تست میگفتن خب دیدید ما برد خارجی رو گفتیم باید بذارید و استفاده بکنید، اینم نتیجهش. بعد از تست میگفتیم که بابا این برد ایرانیه، داخلی ساخته شده و میآوردن بیرون، آرم شرکت، برند شرکت رو میدیدن و بعد ما میتوانستیم یواش 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 باهاشون ارتباط برقرار بکنیم و این اعتماد به نفس هم برای مجموعه ما و هم برای در واقع اون دوستان ایجاد شد و این مرهون وجود تحریم ها و فشار هایی است که به ما وارد شد. خوبه که این خاصی نداری، طبقش مورد داشت برطرف شد و این الان پیکای سیگنال تو اینا این مشکلی نداره؟ نه از نویزی مورد خاصی نداره. الان تستر قشنگ داره کارش انجام میده. یه بردی رو از صنایع پزشکی به ما ارجاع دادن، گفتن این خریدش حداقل 3 ماه طول میکشه، ممکنه در واقع در حالت خاصی قرار بگیره و در واقع جون بیمارها به خطر بیفته. الان نمونهش اینجاست، هر وقت بهش نگاه میکنم یاد این شروع این فناوری و بلوغ این فناوری که ما داریم میفتم. ما برای ساخت این مجبور شدیم از فناوری های موجود و بومی استفاده کنیم. ما تو فناوری مهندسی معکوس برد الکترونیکی به جایگاهی الان رسیدیم که از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا الان درخواست انجام پروژه داریم و این باعث افتخارمون شده، چون راهی که اونها توی 15 سال رفتن ما توی 10 سال یا کمتر از اون طی کردیم با فناوری پیشرفته تر. ما تونستیم خدمات خیلی خیلی ویژه‌ای رو در نگهداری خطوط تولید که یکی از گلوگاه‌های اقتصاد مقاومتی است ایجاد بکنیم.